سلام بینندگان عزیز، خوشحالیم که باز در خدمتتون هستیم با قسمت دیگری از برنامه طب و زندگی. دوستان عزیز، در قسمت قبل به نحوه کنترل فشار خون و روش‌های اون و عوامل فشار خون اشاره کردیم و نکته بسیار مهم که باز هم تکرار می‌کنم این هست که اندازه‌گیری مکرر فشار خون خودش یکی از عوامل افزایش فشار خون هست. لذا لزومی نداره که ما به صورت مکرر و مرتب فشار خون رو اندازه‌گیری بکنیم، یعنی هفته یک بار یا دو هفته یک بار کاملا کافی هست. مهم اینه که ما از سیر تغییرات فشار خون اطلاع داشته باشیم. اما اینکه چه نیازی هست که ما فشار خون رو کنترل بکنیم، چرا باید کنترل بکنیم، چه ضرورتی داره، در این برنامه بنده میخوام این ضرورت رو خدمتتون باز بکنم. ببینید، فشار خون اینه که فشار خون در شریان ها میره بالا به دلایل مختلف، یا افزایش پمپاژ خون، یا به علت تنگی مسیر شریان ها، یا به علت انسداد در نقطه ای از به اصطلاح مسیر جریان خون. اما اینکه این به اصطلاح افزایش چه عوارضی رو میده بحث امروز ماست، که این نشون میده که چرا باید ما فشار خون رو کنترل بکنیم. ببینید، فشار خون عوارضی داره که روی کرد ما برای کنترل فشار خون برای اجتناب از این عوارض هست. یکی از عوارض مشکلی که در خود قلب ایجاد میشه. ببینید عزیزان، ما قلب که به اصطلاح خون رو پمپاژ میکنه از طریق یک سرخرگ مرکزی به نام سرخرگ آورت یا شریان آورت، که این شریان آورت بزرگترین شریان بدن هست، این به اصطلاح خون از طریق آورت خارج میشه. آورت به شکل یک دسته عصا برمیگرده، میرسه پایین به سمت شکم، آورت نزولی رو تشکیل میده، آورت شکمی، و میره به سمت پایین به اقصا نقاط بدن خون رسانی میکنه. و اما به محض اینکه آورت از خود قلب خارج میشه، سه تا شریان کوچیک ما داریم اینجا بسیار ریز به نام شریانهای کرونری. شریانهای کرونری برمیگردن به سمت قلب و عضلات قلب رو تغذیه میکنن. اگر فشار خون بالا بره، یعنی فشار خون با فشار بسیار زیادی بخواد از داخل قلب در بیاد، فرصت اینکه وارد این شریانهای کرونری بشه نخواهد داشت. لذا یکی از مهمترین و بارزترین عوارض افزایش فشار خون این هست که ممکنه به خود عضله قلب خون نرسه. اگر به خود عضله قلب خون نرسه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که همه شما عزیزان با اون آشنا هستید، این اتفاق سکته قلبی یا انفارکتوس هست که در این پروسه قسمتی از عضله قلب به خاطر اینکه اون شریان کرونری مربوط قطع شده یا دچار انسداد شده، خون بهش نمیرسه و این قسمت اصطلاحاً نکروز میشه، یعنی میمیره این عضله. اگر این عضله مرد، طبیعتاً اون پمپاژ هماهنگ قلب به هم میخوره، یعنی در قسمتی از قلب مرده، دیگه نمیتونه به اصطلاح اون به شکل هماهنگ با دیگر قسمت‌های عضله قلب پمپاژ بکنه. این پروسه میشه سکته قلبی، یعنی قسمتی از قلب از بین میره. پس یکی از عوارض افزایش فشار خون سکته انفارکتوس قلبی هست، که این انفارکتوس میتونه خودش یک معضل بسیار مهمی باشه که حتی به مرگ منجر بشه. فلذا ما اگر فشار خون رو میخواییم کنترل بکنیم، برای اجتناب از یک همچو
عوارضی هست. یک دیگه از عوارض فشار خون سکته مغزی هست. در سکته مغزی این بار قسمتی از بافت مغز دچار نکروز و در واقع مرگ میشه. در این پروسه دو تا علت داره، یا به علت افزایش بیش از حد فشار خون مویرک‌های مغز یا شریان‌های بسیار ریز مغز دچار پارگی میشن. چرا؟ به خاطر افزایش فشار. این افزایش فشار میتونه شریان‌ها رو دچار پارگی بکنه و در اون قسمت شریان که پاره شد خونریزی اتفاق میفته. اون این خونریزی طبیعتاً جایی رو در مغز اشغال میکنه و این که جایی رو اشغال میکنه طبیعتاً مجبور قسمتی از مغز رو کنار بزنه و فعالیت برخی از عصب‌های مغز رو مختل بکنه، که این میشه سکته مغزی ناشی از خونریزی. گاهی وقتا سکته مغزی ناشی از خونریزی نیست، ناشی از ترومبوز هست. ببینید، گاهی وقتا به دلایل مختلف قسمتی از خون لخته میشه و در داخل شریان میمونه، یعنی وصل به شریان هست، تا زمانی که وصل به این میگن ترومبوز. اگر این به اصطلاح این ترومبوز و این لخته جدا شد و در داخل شریان ها شروع به حرکت کرد، اون موقع اسمش میشه چی؟ آمبولی. کل این قضیه رو بهش میگن پدیده های ترومبو آمبولیک. آمبولی پس لخته ایه که در حال حرکته، ترومبوز لخته ایه که چسبیده و متصله و آمبولی لخته ایه که در حال حرکت هست. حالا این لخته چه عوارضی ایجاد میکنه؟ در جلسه بعدی در خدمتتون خواهم بود. تا جلسه بعدی، خدا یار و نگهدار شما.